در این آموزش قصد داریم با تابع پلی آشنا بشیم که کاربرد اون محاسبه کردن چند جمله از روی ریشه ها و یک کاربرد دیگه هم داره که در ادامه به اون میپردازیم. فرض کنید که ما ریشه های مربوط به یک چند جمله ای رو داریم و تمایل داریم که خود چند جمله ای رو محاسبه کنیم. برای این منظور ما چند ریشه های مربوط به چند جمله ایمون رو در یک آرایه قرار میدیم. مثلا ریشه هامون 1 و 2 هست. اینتر میزنیم. حالا میتونیم با استفاده از تابع پلی پرانتز باز ریشه ها رو بهش بدیم و چند جمله ایمون رو استخراج کنیم. چند جمله ایمون رو میذاریم در متغیری با نام پی. اینتر میزنیم. میبینیم که چند جمله متناظر با ریشه های 1 و 2 رو برای ما ایجاد کرده. اگر ما بار دیگه بیایم و با دانسته های قبلیمون و با استفاده از تابع روتس چند جمله مربوط به پی رو به عنوان ورودی به تابع روتس بدیم و ریشه های اون رو محاسبه کنیم، میبینیم که ریشه های 1 و 2 رو برای ما ایجاد میکنه. در واقع 1 و 2 همون ریشه هایی هست که ما با استفاده از تابع پلی تونستیم چند جمله متناظر با اون رو محاسبه کنیم. یکی دیگه از کاربردهای تابع پلی این هست که ما یک ماتریس رو به عنوان ورودی در اختیارش قرار بدیم و تابع پلی بیاد و چند جمله ایجاد کنه که ریشه های اون چند جمله مقادیر ویژه مربوط به اون ماتریس هستند. فرض کنید که ما یک ماتریس داریم با نام A که مقادیر 1, 2, 3 و 4 در داخل اون قرار داره. در صورتی که ما بیایم با استفاده از تابع پلی به عنوان ورودی ماتریس A رو بدیم، اون چیزی که به عنوان خروجی برمیگردونه ببینیم چی هست. اون چیزی که به عنوان خروجی برمیگردونه ضرایب مربوط به یک چند جمله ای هست. یک چند جمله ای هست که ریشه های این چند جمله ای مقادیر ویژه ماتریس A هستند. یعنی اگر ما با استفاده از تابع EIG که کاربردش محاسبه کردن مقادیر ویژه یک ماتریس است، مقادیر ویژه رو محاسبه کنیم، میبینیم که مقادیر ویژهش این مقادیر هستند. و اگر بیایم با استفاده از تابع روتس ریشه مربوط به پولینومیال پی رو محاسبه کنیم، ببینیم خروجی به چه صورت است. روتس پرانتز باز پی، میبینیم که ریشه های مربوط به پی هم یکسان هستند با اون چیزی که مقادیر ویژه مربوط به ماتریس A هست. در واقع مشاهده میکنیم که تابع پولی یک تابع است که دو منظوره میتونیم ازش استفاده کنیم. در صورتی که یک آرایه رو به عنوان ورودی بگیره، در واقع ریشه های یک چند جمله ای رو بگیره، خود چند جمله ای رو برمیگردونه. و در صورتی که به عنوان ورودیش یک ماتریس رو بگیره، ماتریسی که مربعی باشه، مثلا ماتریس 1, 2, 3 و 4، اون چیزی که به عنوان خروجی برمیگردونه چند جمله ای هستش که ریشه های اون چند جمله ای مقادیر ویژه ماتریس ورودی هستند. در این آموزش با تابع پلی برای محاسبه کردن چند جمله ای از روی ریشه ها و همچنین محاسبه کردن چند جمله ای از روی یک ماتریس آشنا شدیم.